برای همه چی شک گذار باشید تو هر موقعیتی چون خواست خدا برای اونایی که در مسیح هستن همینه <applause> کیا حالا دعا میکنن؟ خب کیا میخوان دعاشون جواب داده بشه؟ خب حالا میخوام یه کمی درباره این بگم که وقتی در حال دعا کردن نیستیم از چه کلمات استفاده میکنیم اوناست که روی دعاهامون تاثیر داره من از چند سال پیش تا حالا شروع کردم که از یه سری جمله ها استفاده میکنم که اسمشو گذاشتم دعا کن و بگو دعا نکنید که بچه نجات بگیرن بعد با خواهر دوستتون بشید و بگید که چقدر میترسید که نکنه بچه تو اعتیاد بیفته و آخرش تو زندان بیفته دعا کنید و بگید دعا کنید و بگید اشعیا پنج و هشت آیه نه ببینید اگه اینو شنیدید شاید بعضیاتون مدت هاست که این چیزها رو شنیدید آلم شب میخوام در مورد اینا تعلیم بدم شاید فکر کنید او من اینا رو لازم ندارم شاید اصلا نرم ولی ببینید به این چیزا احتیاج داریم منم همینطور خدا به طور جدی در مورد حرفایی که از ذهنم بیرون میاد داره روی من کار میکنه امروز داشتم به یکی میگفتم که خیلی بهتر شدم ولی هنوز کامل نشدم خیلی ها که زیاد حرف میزنن همینطورم شاید بلند نگید ولی سر زبونتونه اینجاست تو سرتونه که باید عوض بشه آمین من میخوام عوض بشم من میخوام بهتر بشم اونقدر از عمرم گذشته که دیگه نمیخوام وقت تلف کنم نمیخوام وقت تلف کنم میخوام پیروز بشم یعنی چیزی که 20 سال پیش برای عوض کردنم 5 سال طول میکشید میخوام 5 روزه درست شه نمیخوام هی hey, اون ضعف رو دنبالم بکشم میخوام خدا قدرت حرفامو اونجوری بهم نشون بده که با ترس ناشی از احترام و جلال خدا بفهمم که چقدر این کار میتونه خودم و یکی دیگر رو اذیت بکنه و برام بد باشه و فقط خداست که میتونه اینو برام جا بندازه پس اگه فکر کردی که امشب به اینا احتیاج ندارید فقط واسه من دلسوزی نکنید چون من اینا رو بهش احتیاج دارم آمین اش 58 هشت تو آیه نه در مورد این میگه تعلیم خیلی جالبیه چون که از خدا و کارهایی که اون دوست داره و نیا نمیاد میگه و تو این قسمت مخصوصا درباره کلماتی که از دهنمون بیرون میاد میگه و دعاهای مستجاب شده این خیلی قشنگه اگه که اونگاه میگه که آنگاه دعا خواهی کرد و خداوند تو را اجابت خواهد فرمود و استقاسه خواهی نمود و او خواهد گفت که اینک حاضر هستم اگر یوق و اشاره کردن به انگشت و گفتن ناحق را از میان خود دور کنی واو خیلی قشنگ خیلی ساده خدا داره میگه میخوای وقتی صدا میکنی از هم جواب بگیری پس این کار رو باید بکنی که دعاهات موثر باشه نوامبر یا دسامبر قبلی بود که تعهد کردم که میخوام از همیشه بیشتر دعا بکنم معنیش نیست که میخوام هر روزه یه گوشه بشینم و ساعتها زانو بزنم و بشنم دعا کنم منظورم اینه که فقط میخوام بیشتر از همیشه برای هر که میشه دعا کنم همه جور دعای دعای شکرگزاری پرستش درخواست کردن شفاعت برای بقیه و میخوام اون دعاها جواب بگیرن نمیخوام چیز الکی رو بشته تعهد کنم چیزی که فایده نداره و فقط وقت تلف کردنه من در خودم یه باوری دارم که میخوام براتون بگم حالا معتقدم که خدا به طور عمیق تری روی من در مورد حرفایی که میزنم کار میکنه چون اگه قراره که بیشتر در دعا باشیم و سریعتر جوابهای خوبی بگیریم پس باید طرف دیگرش رو هم نشونمون بده فکر نمی که که اونچه که میگه مشکل بزرگی باشه ولی یه ضعف بزرگی که داری باید مخصوصا حواسمون باشه که دوباره بیرون نزنه آمین پس امشب تکیمون برای اونچه که به زبونمون میاد هست پس اول درباره این حرف میزنیم که این کارو نباید کرد و مهمتر از همه اینه که از خدا بخوایم که هر دفعه که منفی از دهانمون در میاد ما رو آگاه کنه پس از اینجا شروع بکنیم خدایا هر وقت که این کار رو کردم بهم گوش زد کن و وقتی آگاه هم کردی کمک هم بکن که دیگه اون کار رو نکنم بدون کمک خدا نمیشه مطمئن باشید که اون خبرتون میکنه و بتون فیس باید اونقدر خواستار ارادش باشیم که از بهانه گیری و شکایت و گله و قرلون کردن دست برداریم دیگه از کارتون آهناله و نکنید از رئیستون ایراد نگیرید از ماشین تون شکایت نکنید از تعمیر خونه کهنه یا هر چی دیگه که براتون میاد میدونید شوهری که دعا می کردید خدا براتون بیاره و هنوز نیاوردی از بچه که از خدا تقاضا می کردید من اسرائیل فکر نمی کنم از درباره اونا گفتن خسته بشم اونا یه سفری که یازه روزه بود اونا چل سال براش سرگردون بودن یکی از بزرگترین دلیلاش هم این بود که یه ریز قرقر می کردن. در حال که باید شکر می فقط قر می زدن. در حال که باید در مورد وعده هایی که خدا بهشون داده امیدوار می بودن آه و ناله میکردن و گله از دست موسی گله میکردن از دست خدا شاکی بودن خدایی که داشت براشون معجزه میکرد از آسان براشون نان فرستاد حتما درباره ابر و ستون آتشی که راه رو بهشون نشون میدادن گرگر کردن واقعا از همه چی شکایت میکردن حالا کتاب مقدس رو نگاه میکنیم خروج پونزده بیس چار بپرسم کیا شاکیان ها بسر یه چیزی بهتون بگم ها تو قرقر کردن خیلی ماهرن نمیگم مردا نیستن ولی ما همش زیر لب داریم قرقر میکنیم همین الان دارم در مورد وقتی که سالها پیش خدا داشت روی من کار میکرد فکر میکردم که همسر موتی باشم و این برام خیلی سخت بود چون من تو زندگیم آزارای زیادی دیدم و خیلی قولا به خودم داده بودم که دیگه نمیذارم هیچ مردی آزار بده و خب وقتی با خودتون برای مدت طولانی چنین عهدهایی میبندید دیگه یه قدری براتون سخته که مطیع باشید و مگر اینکه یه روز واقعا براتون جا بیفته وقتی ازم میخواست که کاریو که مایل به انجامش نبودم بکنم میگفتم میگفتم خب چشم هرچی خودش میخواد همه میگه همش اون همش اون حالا میدونم که هیچ کدوم از شما اینجوری نیستید من میگم من اینجوری بودم ولی رئیستون یه چیزی میگه یه لبخند میزنید سرتون رو پایین میداختید عوضی هرچه خودش میخواد میگه یا حتی بدتر از گرگر کردن با بقیه غیبت میکردید میرفتید سراغ اونا اونایی که میخواستن گوش کنن یه درجه بالاتر هرچی بیشتر میگذره عصبانی می تر میشید عصبانی خب خروج فصل 15 آیه 24 و قوم بر موسی شکایت کرده <applause> شاکی گفتند چه بنوشین خروج 16 آیه 2 و تمامی جماعت بنی اسرائیل در آن صحرا بر موسی و هارون شکایت کردند فصل 17 آیه 3 وقتی میخونید میبینید که اونا تو تمام کتاب خروش و عداد داشتن قرقر میکردن تمام دور این کوه میچرخیدن میچرخیدن بهتون بگم وقتی که شاکی هستید همونجا گیر میکنید گیر میکنید همونجا در واقع معنی توی فرهنگ لغت اینه که کاش نوشته بودمش که بتونم بهتون ثابت کنم یادم نمیاد کجا بود ولی میگفت که شاکی بودن یعنی تمام شب یه جا گیر کردن آدم شاکی گیر میکنه ستایش کننده ترقی میکنه فهمید میتونیم کاری که بنی اسرائیل کردن بکنیم یا کاری که مسیح کرد و حتی تا پای صلیب میتونیم هنوزم ستایش کنیم حتی زمانی که اونقدر اونقدر اوضاع خرابی که قابل تحمل نیست شما روی زبونتون اقتدار دارید روی کلماتی که میگید و اگه نخواهید هیچ کس نمیتونه مجبورتون کنه که بگید امین؟ یه جوری به من خیره شده که انگار فیلیپیان دو چارده اینو دوست دارم خیلی خنده داره جالب وقت جالبه وقتی که میگم فیلیپیان دو چارده رو باز کنید و آروم بخونیدش زود انگار که مردم میگن و هر کاری را <applause> هر کاری را یعنی وقتی اوه. وقتی کار خونه میکنید قرقر نکنید وقتی تو ترافیک گیر میکنید قرقر نکنید درباره گرونی قرقر نکنید درباره دولت قرقر نکنید <applause> میتونیم براشون دعا کنیم <applause> حقیقت رو بگیم نه فقط شکایت هر کاری که میکنید حالا شما رو نمیدونم ولی من باید راستش رو بگم هنوزم نشده یه روز کامل بدون قرقر بگذرونم <تص> راستش رو میگم شاید به طور مستقیم گله و شکایت نکنم ولی زیر لب قرقر کردم حالا داریم پیشرفت میکنیم <مزنگ> زیر لب گرگر بکرم یه سردم میگرم یعنی بعضی همینجا امشب دارن گرگر میکنن چرا اون سدلیم اون جالا نیست حالا چقدر اونجا نور زیاده چقدر نور زیاده ولی برنامه تلویزیونی خوبه خب دوست دارید تو تاریکی بشنید پس بخواید تصویر سیاه بشه <تصفح> خب پس میخوای تصویر سیاه بشه؟ ما به آسایش معتاد شدیم میتونید برید هند ببینید که مردم روزها راه میرن که واقعا اقرار نمی کنم. چند روز راه میرن تا به یه کنفرانس بیان توی یه فضای باز میشینن نمیدونم چطور میتونن تمام روز اونجا بشینن دست هم میدونید نمیدونم چه جور ای دارن ولی من نمیتونم این همه نعمت داریم و متاسفانه هنوزم همش واسه هر چیزی که نداریم شاکی میشیم ولی این میتونه عوض شه میتونه سریع عوض شه به طور اساسی امشب میتونیم تصمیم رو بگیریم که دیگه بسه دیگه تمومش میکنم دیگه تموم شد میتونید از خدا بخواید ولی اگه ازش نخواستید انتظار نداشته باشید چیزی عوض بشه باید ازش بخواید بگید خدا ازت میخوام که کمکم کنی زبونم رو کنترل بکنم هر دفعه که با حرفام تو رو ناراحت میکنم آگاه هم کنی و نذاری از دهانم خارج بشه دیگه نمیخوام اینجوری باشه من این قسمت رو خیلی خوندم، خودم رو کشتم. ولی بازم میخونمش حالا دیو اینقدر مثل من برای سخت نیست، چون ساکت‌تر از منه. اون فقط، یعنی تمام مدت که باش مزدوج بودم، اقراق نمیکنم. شاید فقط سه بار شده باشه که گفته یکی دوست نداره. ولی من قبل از که پنجاه سالم بشه، فقط سه نفر رو دوست داشتم. امیدوارم خوشحال باشید که یه معلم کتاب مقدس کامل ندارید من کامل نیستم چون من یکی نیستم همه اینجوری هم. خیلی ها این من یکی نیستم فیلیپیان دو چارده هر کاری رو بدون هم همه مجادله بکنید این منو گرفت بر علیه خدا خب من از خدا شاکی نیستم خب از یه طرف میگیم خدا میدونم که کنترل دست توه ولی <مت khi John> <applause> <applause> از اینم خوشم نمیاد خدا میدونم که تو اصلا بهتری کارا درسته همه چیز رو میدونی ولی من از این متنفرم یعنی <applause> <applause> yani ضد و نقیز حرف میزنیم اگه باور داریم که کنترل دستونه، اونه برامون نقشه های خوبی داره اگه میدونیم که همه چیز برای خیریت آنانی که خدا رو دوست دارن با هم در کاره کیا میدونن که میشه تو کلیسا دست زد و فریاد شادی کشید پرستش خوبی داشت ولی تو همه پرستششون بهشون خوش میگذره <applause> همه تو موقعیت بهشون خوش میگذره میدونیم که این تعالیم هم کمکم میکنه اینم دوست دارید ولی یه چیزی بهتون میگم آخرش باید برید خونه این ارکست با شما خونتون نمیاد من با تو نمیام من میرم خونه خودم خدا رو شکر دوشنبه صبح تو تلویزیون یه تعلیم دیگه دارم که براتون میگم اگه اگه لازم داشته باشید یه کمک بخواید درست میشه ولی وقتی با یه موقعیتی برخورد میکنیم اونجاست که باید عمل کنه اونجایی که تو باغ جتسیمانی همه شاگردا خوابشون برده بود و باید برای مسیح بیدار میموندن اونجایی که تو بیابون مسیح تو آزمایش افتاد و شیطان چهه روز تلاش کرد اونجا بود که شیطان به مسیح گفت و مسیح جوابش رو داد اون گفت و مسیح جوابش رو داد باید یاد بگیریم که جوابش رو بدیم <applause> نذارید شیطان تو گوشتون بخونه و شما هم افسرده بشید ناراحتم شیطان میگه افسردم من افسردم ناراحت میشه شیطان میگه بچه ها تو درد سر میان. پس بچه هم تو درد سر میفتن باید یاد بگیریم که میخوایم زبان کی باشیم بلنگوی کی؟ بلنگوی خدا یا بلنگوی شیطان پاید از همه گلو و شکایت ها ایرادگیری ها و دست برداریم چیز بعدی که باید کنار بذاریم قیبت کردنه قضاوت کردنه انتقاد کردنه رازدار نبودنه باید یاد بگیریم که اشتباه دیگران رو براشون بپوشونیم نه اینکه به همه بگی باورت نمیشه فلانی چی کرده باورت نمیشه دیروز اونو با کی دیدم با کی میرفت چه آبر و روزی و خرابکاری چه جوریه که ما همیشه از این خبرها دوست داریم به بقیه بگیم میدونید این کار نفسانیه دوست داریم بگیم میخوایم بگیم من خبر دارم میخوایم همه چی رو بدونیم و به بقیه بگیم بزرگترین خرابکاری ها رو با یه چیز کوچیکی که درباره دیگری نباید میگفتیم به بار میاره یه چیزی که نباید تعریف میکردیم حالا گفتیم و افتضاحی به بار برده زندگی خراب کرده رازی که به دیگری گفتید بعد طرف رفته به یکی دیگه گفته و آب رو روزی کردید متا هفت یک تا هشت امشب شب کتاب مقدسه آیات زیادی رو گفتم در مورد زبان گفتن خواسته من نبود خدا خواسته حکم مکنید تا بر شما حکم نشود زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانی که پیمایید برای شما خواهند پیمود یه دو هفته پیش یه جای دیگه درباره پرورش رحمت درس میدادم چون است که خس را در چشم برادر خود میبینی و چوبی را که در چشم خود داری نمیبینی یعنی هر کدوم از این چهار پنج تا کلمه به تنهایی عنوان پیغام قضاوت نکنید هر چقدر دیگران رو داوری کنید به همون میزان داوری میشید و چون است که خس را در چشم برادر خود میبینی و چوبی را که چشم خود داری نمیابی یا چگونه به برادر خود میگوی اجازه ده تا خس را از چشمت بیرون کنم و اینک چوب در چشم توست چطور که یه خلال رو تو چشم برادرت میبینی در حال که تو چشم خودت یه تیر شراق برقه مسیح گفت اونی که گناهی نداره اولین سنگ و پرت کنه بهترین چیزی که میتونم بگم تنها کار درست برای قضاوت دیگرانو کردن حالا در مورد قضاوت کردن گناه نمیگم ها باید بدونیم گناه چیه و لازمه که بتونیم گناه رو تشخیص بدیم ولی گناه کار رو نباید قضاوت کنیم نه بین اینا فرقه من هیچ وقت این کار رو نمی کنم مواظب باشید بهتر حواستون رو جمع کنید اینا رو که گفتم خودم بهشون توجه میکنم کیا میدونم منظورم چیه؟ منظورم با گناه سازش کردن و طرف دیگر رو نگاه کردن نیست درباره روحی تنفر از آدم و داشتن میگم از اینکه که از این خوشم نمیاد از اون خوشم نمیاد از اون بدم میاد این داوری کردن ها عجب آدمی هستی یا باورم نمیشه این کار رو کردی اینو گفتی اونو گفتی ما میدونیم که چیکار کرده ولی فقط خدا میدونه که چرا کردن و بهتون بگم بعضی اونقدر آزار و اذیت شدن که اصلا نمیفهمن که چرا یه کاری میکنن و کارشون چه صدماتی به دیگری میزنه همه مردم بعد جنس نیستن که مخصوصا بلندشن و به یکی بدی کنن یه چیزایی تو زندگیشون اتفاق افتاده که هنوزم آزارشون میده یا یه چیزایی تو زندگیشونه که داره آزارشون میده یه جایی تو زندگیشون یه مشکلی دارن و شاید دارن سعی میکنن با انجام یه کار غلط و جای خالی اونو که تو زندگیشون پر کنن و متاسفانه با یه انجام یک کار غلط و اشتباه دارن این کار رو بیکنن آمین خب پس میتونیم بگیم میدونی خوب اون برادره داره به همسرش خیانت میکنه و این کار اشتباهی براش دعا میکنم آمین آیه پنج حالا ای کار اول چوب را از چشم خود بیرون کن آنگاه نیک خواهی تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی پس آنچه مقدس است به سگان مدهید و نه های خود را پیش گرازان اندازید مبادا آنها را پایمال کنند و برگشته شما را بدرند پس ما دری را برای شیطان توی زندگیمون باز میکنیم وقتی با مردم با عشق و محبت رفتار نمیکنیم عاشق این قسمت هستم میگه سوال کنید که به شما داده خواهد شد به طلبید که خواهید یافت بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد زیرا پس ببینید بلافظ در مورد این میگه که مردم رو قضاوت نکنید ازشون انتقاد نکنید و تو دعا کردن برای اونا مصر باشید پس مطمئنا نمیشه فکر کرد که این دو تا موضوع از هم جداست اینجا میگه که ازتون میخوام که دعا کنید میخوام قدر در بزنید تا یکی در باز کنه میخوام دنبالش اونقدر بگردید تا پیداش کنید دعا کنید ولی حواستون باشه که با مردم چطور رفتار میکنید مواظب باشید که چطور در مورد دیگران فکر و رفتار میکنید نسبت به دیگران با روحی قضاوت و ریا و انتقاد روبرو نشید رحیم باشید اگه برای دیگران رحمت داشته باشید خدا خیلی سریعتر جواب دعاتون میده تا اینکه بهانه گیری بکنید و قضاوت کنید خیلی از مردم تو دنیا سرگردونن احساس میکنن کسی نمیبیندشون به چشم نمیارنشون نمیدونن درست و غلط چیه پس به دعا بیشتر از داوری و انتقاد نیاز دارن آیات خیلی زیادی در مورد که نباید دیگران رو قضاوت کنی تو کلام خدا میبینیم سومین چیز هرچی از دهانتون نپره بیرون <applause> اگه ازتون چیزی رو نپرسه نظر ندید من توی راه می اینجا این کار کردم سر تو کار خودت باشه توی کتاب میگه توی کتاب مقدس میگه خب همینجاست نشونتون میدم اول تیسانیکیان چهار چهار نه اما در خصوص محبت برادرانه لازم نیست که به شما بنویسم زیرا خود شما از خدا آموخته شدید که یکدیگر را محبت نمایید و چنین هم میکنید با همه برادرانی که در تمام مکادونیه می باشند لیکن ای برادران از شما التماس داریم که زیادتر ترقی کنید و حریص باشید در اینکه آرام باشید و به کارهای خود مشغول شده به دست های خیش کس نمایید چنانکه شما را حکم کردم و نزد آنانی که خارجن به طور شایسته رفتار کنید و به هیچ چیز محتاج نباشید حریص باشید و در اینکه آرام شوید به کارهای خود مشغول شده معنیش اینه که سعی کن با سکوت و آرامش زندگی کن حواست به کار خودت باشه نه دیگری.